مراسم بزرگداشت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در افغانستان به تظاهرات شبه اعتراضی علیه ظلمهایی که به شیعیان در این کشور می شود تبدیل شد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از رسانه‌های محلی، مردم افغانستان در این مراسم ضمن ابراز همدردی با ظلم‌هایی که به حضرت زهرا سلام الله علیها شده، احیای آرمان‌های اهل بیت علیهم السلام را علی‌رغم همه شرایط موجود خواستار شدند. آنها همچنین اظهار داشتند این مراسم و احیای شعائر نشان دهنده عظمت مسئولیتی است که بر دوش پیروان اهل بیت علیهم السلام در پایبندی به ارزش‌ها و مبانی والای حضرت محمد صلی الله علیه و آله است. در پایان شیعیان افغانستانی افزودند اگرچه خطرات روز به روز در این کشور علیه شیعیان افزایش می‌یابد، اما آنها دست از پیروی از راه شریف پیامبر خدا و خاندان پاکش صلوات الله علیهم بر نمی‌دارند تا پیام اصیل اسلام محمدی را به جهانیان برسانند. فیلم سینمایی بین المللی بانوی بهشت که بخشی از زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را روایت می کند بر روی پلتفرم های بین المللی بازتاب فراوانی داشته است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، سایت بین المللی کیو فیلم اظهار داشت فیلم بانوی بهشت دو روز پیش بر روی این پلتفرم قرار گرفته تا در اختیار بینندگان و علاقمندان به تماشای فیلم های سینمایی تاریخی قرار گیرد. قابل ذکر است این فیلم که به کارگردانی الی کینگ تولید شده است تاکنون بازدید و دانلود بالایی داشته است و نسبت به ده ها فیلم تاریخی ساخته شده در دوره های زمانی مختلف عملکرد بهتری داشته است، چرا که به گفته منتقدان یکی از برجسته ترین فیلم های سینمایی است که توجه بینندگان از سراسر جهان را به خود جلب کرد. در پایان گفتنی است علی‌رغم کمپینی که علیه این فیلم راه اندازی شده و عده‌ای خواستار توقیف آن شدند، تعدادی از سینماهای انگلستان، ایالات متحده آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی و خارجی این فیلم را به نمایش گذاشتند و مورد توجه تماشاگران حتی غیر مسلمانان قرار گرفت. گروه تروریستی سنی‌های تندروی داعش یک شنبه شب در بیانیه‌ای مسئولیت انفجار جنوب فیلیپین را که 4 کشته و 50 زخمی بر جای گذاشت بر عهده گرفتند. پیشتر فریدنار مارکوس جونیور رئیس جمهور فیلیپین طی بیانیه‌ای شبه نظامیان خارجی را مسئول بمب‌گذاری صبح یک شنبه این کشور عنوان کرده بود. رئیس جمهور فیلیپین گفته بود به شدیدترین وجه ممکن اقدامات بیرحمانه و شنیع شبه نظامیان خارجی را محکوم می کنم. این افرادگرایان که به مردم مظلوم ظلم می کنند همواره دشمنان جامعه ما به شمار می روند. مجله اکونومیست با انتشار گزارشی به موضوع تخریب مساجد اسلامی توسط هندوها در این کشور پرداخت. این گزارش که با عنوان آنچه مال توست ملک من است به رفتار ضد اسلامی هندوها در این کشور پرداخت و دادگاه را سلاح و ابزاری برای تحقق اهداف هندوها در تخریب مساجد این کشور عنوان کرد. لازم به ذکر است طی چند سال اخیر به ویژه در دوران حکومت حزب افراطی هندوی بهاراتیا جاناتا اقدامات ضد اسلامی در سراسر هند افزایش یافته و موارد زیادی از تخریب مساجد اسلامی و اماکن دینی متعلق به مسلمانان هندوستان به بهانه‌های مختلفی از جمله توسعه، ساخت و ساز و دیگر بهانه‌ها صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از رسانه‌های محلی، مسلمانان ژاپن بازسازی مسجد تاریخی باستانی معروف ساپورو در شهر هوکایدو را جشن گرفتند. شایان ذکر است این مسجد نمادی اسلامی است که مسلمانان ژاپن همیشه با آن افتخار می‌کردند. در مراسم افتتاحیه این مسجد جمعی از بزرگان و روحانیون از سراسر ژاپن شرکت داشته و تصریح کردند.
قلب مسلمانان این کشور مملو از شادی است، زیرا بازسازی مسجد اولین گام برای گسترش دعوت اصیل اسلامی و برادری و محبت در بین مردم از سراسر کشور ژاپن می باشد. در پایان گفتنی است این مسجد از اهمیت تاریخی و اجتماعی خاصی برخوردار است و بسیاری از مردم به واسطه فعالیت‌هایی که در آن برگزار می‌شود به اسلام گرویدند. سید ناظم الغرابی رئیس بخش ساخت در و پنجره‌های زری‌های مبارک در آستان مقدس عباسی اعلام کرد که ساخت پنجره زریح سرداب امام حسین و امام جواد علیه السلام که در صحن حرم مطهر حضرت عباس واقع شده همچنان ادامه دارد. وی در ادامه افزود عملیات ساخت این دو پنجره که از نقره ساخته می شود به خوبی پیش رفته و همچنان با سرعت ادامه دارد. دانشمندان یک ابزار هوش مصنوعی ساختند که ضربان قلب را از طریق گلو می‌خواند و احتمالاً می‌تواند جایگزین گوشی پزشکی شود. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از گاردین، دانشمندان یک دوربین لیزری ساختند که می‌تواند ضربان قلب افراد را از فاصله دور بخواند که برای بیماری‌های قلبی عروقی مفید خواهد بود. به گفته محققان دانشگاه گلاسکو این سیستم که از هوش مصنوعی و فناوری‌های کوانتومی استفاده می‌کند می‌تواند نحوه نظارت بر سلامت را تغییر دهد. شایان ذکر است تجزیه و تحلیل سیگنال‌های به دست آمده به کادر درمان اجازه می‌دهد تا تغییرات در زمان قلب را تشخیص دهند.